اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. این مجلس شورای ولی ننگ بشر دیدی چه خبر بود. هر چند که کردن بتر بود و شرر بود. دیدی چه خبر بود. آن باقر دزدی که رئیس همه مجلس. دیدی چه خبر بود. میلیارد به جیب و نفسش معدن زر بود. دیدی چه خبر بود. یک موش سیاهکار دقل مجلسیانه. دیده چه خبر بود. آن یک بز اخفش بود و این انتر خر بود. دیده چه خبر بود. یک مرد به پا شد که بگوید به حقیران. دیده چه خبر بود. بستند صدایش که صدا سوز جگر. دیده چه خبر بود. علی رضا نوری‌زاده دوشنبه 16 آبان 7 نوامبر به شما سلام میکنه. یک نکته رو براتون بگم. آنقدر این مجلس حقیره. آنقدر این مجلس حقیره که 200 و اندی نماینده تقاضا میکنن بچه‌های ما رو اعدام کنن. جوانان ایران، بچه‌های ما، آیا زمان آن نرسیده که این لانه جاسوسی و فساد و دزدی رو تسخیر کنید؟ آیا زمان آن نیست که برید به مجلس این بوزینه های دز رو بندازید بیرون؟ یکیشون یکی از این گاومیشا که با 800 رای توی لرستان انتخاب شده اومده و عروتیز زیادی کرده. اینو فقط گوش بدیم تا من خدمت این دزد قاتل برسم. آقای علی قسم، اگر جمهوری اسلامی به من آخوند لرستانی اجازه بدهد با هزینه های شخصی از طایفه خودم، یعنی طایفه حسنوند، طایفه بیرونوند، طایفه بهاروند، طایفه چگنی، طایفه نورآباد، کوهدشت، نورآباد، ارشدر، با 2000 نفر لرستانی تمام احتشاشگران مقیم تهران را به درک واصل می کنم. به ولی اعظم قسم توانش دارم این کار خواهم کرد. فقط اجازه می خواهم از مسئولین جمهوری اسلامی، مردم عزیز، خواهران، برادران، این لیدرها را شناسایی کنید، به سپاه معرفی کنید، به وزارت اطلاعات معرفی کنید. اگر میبینید توی این بلوک بسرن یک نفر شعار میده علیه آقای خامنه‌ای، علیه امام حسین، شناساییش کنید، معرفیش کنید. هنوز ما بیرون نیومده ای، جان خود را میدهید. من خودم هم قاضی جمهوری اسلامی هستم، قاضی جمهوری اسلامی هستم. دیگه صبرم لبریز شده است. پسران طلبه، حاضرم جان خودم را بدهم. مرد بر این قلم بدستان، قلم بدستان خائن، سلبریتی خائن، یک سلوات خرد. این مردک با خرج میلیون ها تومن چلو کباب دادن، گوسفند کشتن، رفتن توی دهات مردم بدبخت و فریب دادن با پول 800 تا رای رو. حالا میخواد در طایفه حسنوند. مردک تو جرأت داری پاتو بذار تو حسنوند و بذار اونجا کلتو میبرن. تو خیال میکنی لورای ما، تو
تو اون وقت لرستانه چیکار میکنی؟ میخوای تهران رو بیا تسخیر کنی؟ لرستانه چه میکنی؟ مردک خائن. باور کنید من ادبیاتم اینا نبود. من اینجوری حرف نمیزدم. حتی با دشمنم با احترام صحبت میکردم. ولی این مجلس تهوع آوره با نمایندگانش. تهوع آوره. این ریشه این آخوند رو باید کند. واقعا ریشه این آخوند رو باید کند. شما فقط نگاه کنید. آیا ما یک ملای با شرف در تشیع مثل مولوی عبدالحمید نداریم؟ مرد آرامیست، معتدله، میخواد آرامش برقرار کنه. گاهی اوقات در رفتن به سوی رژیمم مورد انتقاد قرار گرفت. ولی الان تقاضای اعدامش رو دارن. میگن اگر آویزونش کرده بودیم اینجوری پررو نمیشود. اگه با ریگی آویزونش کرده بودیم اینقدر اینا بی‌شرافتن. شما با او میتونید درگیر بشید. به یک اشارش اهل سنت زمین و زمانتون رو به هم میریزن. بچه های بلوچستان با شرفن. بچه های کردستان با شرفن. با وجود قدرتشون، با وجود امکاناتشون مبارزه رو با امروز مدنی دنبال کردن. نگاه کنید مولوی عبدالحمید چه جور صحبت میکنه. اون وقت مقایسه کنید با سید علی خامنه‌ای. داد مردم اینا را باید حوزه های علمیه قم بشنوید صدای مردم ها. مسئولان امر بشنوید فریاد مردم ها. به زندان نمیتوانه، کشتن این مردم نمیتوانه، زدن این مردم نمیتوانه، زندان کردن. الان این ملت 50 روز نزدیک 50 روزی که توی میدانه. اینا را نمیتوانی عقب برانی، چون اینا خون دیدن، کشته دادن. بینا برسید صدا اینا را. من خیرخواه شما، این ملت که او زمانه این تمام مشروعیت شما از همین مردم، این اکثریت مردم ناراضه. اکثریت مردم ناراضه. قبول ندارید رفراندوم بگذارید. رفراندوم با ناظران بین المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید. فریاد این مردم چی میخواید؟ داره بهتون میگه اگه مردید، اگه اعتقاد دارید، طرفدار دارید، رفراندوم بگذارید. شما جرأت خامنه‌ای بزدل جرأتش رو نده. نگاه کنید راجع به روحانیت چه میگوید. اعتبار روحانیت. وقت من بهتون نشون میدم اعتبار روحانیت کجاست. نگاه. بعضی آقایون تبلیغ دارن بله روحانیت بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روحانیت سقوط کرد. ابدا. این حرفا چیه؟ روحانیت محترمه. روحانیت مورد اعتماد. ماشاءالله. یکی برا محسا، اینم برا محسا. جاش اینجاست. جای اون امامه تو همون سطل زباله است. سید علی آقا دیدی چقدر روحانیت محترمی؟ بچه محسلا امامتون رو ور میدارن. آقای وحید خراسانی امامه میذاره، بچه محسل ور میدارن. این اعتبار شما، جایگاه شما نزد ملت ایران. یه نگاهی بکنیم به این اعتراضات دیروز امروز. دو دستی مملکت رو تقدیم دوزه کردی.
آبان 1401 منطقه 5 تهران. آبان اهواز یک شنبه 15 آبان مریوان بجی مردم مریوان بجی مردم مریوان بجی مریوان اعتبار و جایگاه روحانیت و اینجا هم به سید علی آقا نشون داد. وقتی مرگ بر خودش میدین که رئیس کل روحانیت، آقای خامنه خجالت بکش، آقای خامنه بس کن، بس کن از این مزخرفات گفتن. من یه مقایسه برای شما میذارم بین تمام کشتار عصر پهلوی و کشتار اینا. فقط نگاه کنید، اجازه مختصریش هم هست چون فقط اینا 50,000 نفر رو بعد از اون 2500 تا مردان زمان پهلوی، اینا 50,000 نفر رو بعدش کشتن. ولی حالا یه مقایسه خیلی مختصر با آمارهای ثبت شده من تقدیم میکنم بهتون. نگاه حیف که سرودای حماسی آمار و ارقام رو تغییر نخواهند داد. مستندترین آمار تعداد کشته شدگان انقلاب متعلق به سازمان دولتی بنیاد شهیده. در بهشت زهرای تهران 768 قبر متعلق به کشته شدگان انقلاب وجود داره که 744 نفرشون ثبت بنیاد شهید شدن. مجموع تلفات منجر به انقلاب در 16 سال از 1341 تا 57 3164 نفر بوده که اکثر اونها چریک و اعضای گروه‌های مسلح چپ بودن. در مقابل حکومت ولایت فقیه در 6 سال یعنی از 1360 تا 66 7746 نفر از مخالفینش رو کشت. در اعدام‌های دست جمعی 67 نام 4482 نفر ثبت شده و بنابر تحقیقات رویترز 1500 نفر غیر مسلح رو تنها در آبان 98 کشته. ولایت فقیه تا الان بیشتر از 13728 نفر از مخالفینش رو از دم تیغ گذرونده، یعنی بیشتر از 4 برابر کل تلفات انقلاب. خلاصه کردید جان یک نفرم از بین بره تلخ و دردناک، ولی خب این اتفاق افتاد. ولی در جمهوری ولایت فقیه فقط اینا در آبان 2500 نفر و الان هم تعداد قتل‌ها داره به 340 تن میرسه، بین 304 و 340. آنچه در بلوچستان کردن تکان دهنده است. در خاش مستقیماً به سینه مردم شلیک میکردن این پاسداران جهل و جور و فساد، اینا که مدعی هستن. بله
پاسداران اسلام ناب هستیم، بخوره تو سرتون اسلام ناب. بذارید خود فضا رو عوض کنم. محمد رضا شاهید همکار عزیزم که همش در جستجوی تازه است بگرده. نرگس اسکندری یکی از زندانیان دهه 60 که با همت و قدرت و درایتش آمد در آلمان وارد فعالیت ها شد و امروز شهردار فرانکفورت، یکی از بزرگترین شهرهای آلمان، و شهردار فرانکفورت بودن مقام والایی داره، در حد وزیره. شاهید رفته دیدنش و گفتگویی باش کرده. به نظر من جالبه کارهایی که این بانوی عزیز در این روزها برای حمایت از هموطنان خانه پدریش کرد. با سلام به بینندگان برنامه پنجره رو به خانه پدری، با سلام به شما آقای نوریزاده. همونطور که میبینید من در کنار خانم نرگس اسکندری شهردار شهر فرانکفورت نشستم. اینکه چه ها دیدم و چه ها شنیدم در هفته آینده در برنامه زیر آسمان پاریس خواهید دید، اما از محبت ایشون سوء استفاده کردم و خواستم در این برنامه هم اگر ممکنه در حد 2 دقیقه پیامی برای همه مردم ایران که این روزهای واقعا تاریخ ساز رو زندگی میکنن اگر حرفی دارن گفته باشن. بفرمایید. من احساس میکنم که الان بر ما خیلی مهمه که شما مردم ایران برای اولین بار همه با هم دیگه ایستادن. مردم ایران زیر سقف پاریس، زیر سقف فرانکفورت، زیر سقف تورنتو با هم یکی شدن. این یگانگیمون رو از دست ندیم، امیدمون رو از دست ندیم، شجاعتمون رو از دست ندیم. آینده برای ماست، طلوع آفتاب به ما تعلق داره و من امیدوارم که روزی ایرانی آزاد، ایرانی سرفراز ببینم. این رویای من، این آرزوی من امروز و برای فردا همیشه خواهد بود و امیدوارم با هم بتونیم به این رویا دست پیدا کنیم. سکوت و احترام من همزمان تقدیم به ایشون. ممنونم شاهد عزیز و ممنونم خانم اسکندری عزیز برای مشارکتشون در برنامه من. حالا مفصلش رو بعد شاهد زیر آسمان خواهد بود. توی چیزهایی که داشتم بررسی میکردم حرفای مارال خیلی تکونم داد. یک خبرنگار آزاد که درباره حقوق زنان فعالیت میکنه، حقوق بشر، و حال ببینیم که مارال چه درد دلی برای ما. مارال دارافرین هستم، ساکن لاهیجان. امروز 10 آبان 1401 دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. ساعت 9:03 صبح از یک شماره خصوصی با من تماس گرفته بود. بعد اون چون من دندون درد شدید داشتم و مادرم هم مریض احوال بود، ما خواب بودیم، گوشیم هم رو سایلنت بودش. بعد اون دیدیم 2 نفر آدم اومدن جلو در خونه و پشت سر هم زنگ میزنن، زنگ در رو میزنن. ما نگاه کردیم دیدیم افراد ناشناسی هستن، هم زنگ طبقه ما رو میزدن هم زنگ طبقه مادر بزرگم رو میزدن که طبقه پایین هستش. جوابشون رو ندادیم. بعد همچنان 2 ماشین، یه پراید سفید رنگ و یه تیبای سفید رنگ جلو در خونه پارک کرده بودن اون طرف کوچه، رفتن نشستن تو ماشین. بعد مجددن یه حدود 20 دقیقه اینطورا دوباره اومدن زنگ خونه رو زدن. تو این اسنا 2 سری شماره خصوصی با مادر من تماس گرفته بود. مادر منم جواب نداد تماسشون رو. بعد که پدرم رو در جریان گذاشتیم، حدود 30 دقیقه پیشم گویا با پدرم تماس گرفته بودن و اون تایمی که اومده بودن در خونه رو زده بودن، از شیشه در نگاه کرده بودن و پلاک ماشین ما رو ورداشته بودن. با پدرم که تماس گرفته بودن گفته بودن که اعلام سرقت شده بابت ماشینتون. این ویدیو رو ضبط کردم، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد، ولی در جریان باشید. متشکرم. آفرین. اگر تمام فعالان، روزنامه نگاران این کار رو بکنن، پیشا پیش قبل از اینکه رژیم تعرض بکنه بخواد دستگیرشون بکنه رسوا میشه. این کار رو بکنید. ببینید یه رژیم بی آبرویی که جز قتل و کشتار کاری نداره،
در برابر عظمت جنبش شما چارچنگولی مونده، ایرانه، نمیدونه چه غلطی بکنه، واقعا نمیدونه چه غلطی بکنه، چارچنگولی ایرانه. اینه که شما ادامه بدید مبارزه بزرگ و درخشان ملت ایران به پیروزی خواهد رسید. اصلا اسم این مبارزه پیروزیه، این مبارزه شکست نخواهد داشت هرگز، مبارزه مبارزه پیروزیه. حضورتون عرض کنم که من بارها راجع به ارتش بهتون گفتم چقدر ارتش و آزاد، بعد از انقلاب شاهد بودم، رفقای ارتشیم بودن، دوستانی که بعضیشون بعدن در نوژه شهید شده توسط قاتلان آدمکشی مثل شهید. دختر یکی از این ارتشی ها حرفایی داره، گوش بدیم به حرف. من دختر یه ارتشی هستم. بابام توی جنگ ایران و عراق از اول تا آخرش بود و جنگید. تو محله ارتشی ها زندگی کردم و بزرگ شدم. شاهد اینم هستم که هیچ وقت جمهوری اسلامی به ارتش اطمینان نداشت و هیچ وقت بودجه درست حسابی بهش نداد. البته حقم داشت، چون ما مثل سپاه نبودیم و نخواهیم شد. سال 1372 بود توی دبیرستانمون یه سپاهی رو آورده بودن که داشت از دوران جنگ ایران و عراق میگفت که سپاه چی کار کرده، این کار کرده، اون کار کرده. بلند شدم، من دختر ارتشی بلند شدم و با صدای بلند بهش گفتم دروغ نگو، این ارتش بود نه سپاه. به خاطر این کارم هم 2 هفته از مدرسه اخراجم کردن. حالا چی شد؟ همه اون ارتشی ها خدمتشون تموم شده؟ الان سپاهی ها اومدن تو ارتش و ارتشی شدن؟ از چی میترسین؟ از مرگ؟ ما که هممون قراره بمیریم. بلند شو، توی ارتشی، بلند شو، بسته دیگه، بلند شید و ارتشی باشید. واقعا ارتشی باشید. ملت ایران به شما نگاه میکنه به عنوان یگانه پناه، در کنار اراده خودش، در کنار آزادگی خودش، ایمان داره که ارتش رها نخواهدش کرد در برابر گرازها و گرکا. شما فقط گوش بدید. یا آدمی به نام رائفی پوری، جوونی که نوکر این رژیم، خدا میدونه سابقش هم چیه، ببینید درباره بچه های ما چجوری حرف میزنید. دلاور ارتشی، راضی میشی راجع به بچه ها اینجوری حرف بزنید؟ شما فرض کن اصلا نظام سقوط کنه، آخه احمقا این پاسدارا نظام سقوط کنه موشکاشون رو تحویل میدن به یه مثلا حکومتی که با شما ها رفیقه؟ یا به نظر بیان شناختی من دارم که این، حالا شما حتما شناختی دارید که میگن داداش ما قبل رفتن بذار اینا رو تخلیه کنیم با هدف همون جغل جایی که رفتی گرفتید خب اونجا شخم بزنن دیگه، اصلا تا سالها موجودی نتونه اونجا زندگی بکنه. به این مردک باید گفت اولا اون موشک ها یا پهپاد ها اینا سرمایه ملت ایرانه. مگه محمد رضا شاه هواپیماهای جنگنده ای که ایران رو حفظ کرد با خودش برد؟ جواهرات خصوصیشو نبرد، لباساشو نبرد، ملکم همینجور. پاسدارا مگه موشک مال اوناست؟ مگه پهپادا مال اوناست؟ یه مقدارش که علکیه در پیت درست میکنیم ازش رو آفتاب و غیره. اونایش هم که به درد بخوره در زرادخانه مملکت میمونه برای دفاع از تو. نگران اونا نباش، تو نگران خودت. از حالا بدو بدو برو با آقا جانت و دایی جانت و اینایی که پولا رو بردن بیرون. الان گر رو گر دارن در ترکیه و گرجستان و اسپانیا و یونان خونه میخرن، ویلا میخرن، حتما هم استخ باید داشته باشه، چون با اون شکم گنده باید حتما هر روز بره تو استخ. سردار زهرمار، بله اینا حتما باید تو استخ برن، چون تو استخ نخوب نمیشه دیگه. آدم این وجودهای لطیف ملیح زیبا با اون ریشا و با اون قیافه ها با شکم های دیدم که زدور اشکمی می آید بعد از 2-3 روز صاحبش پیدا شد. قول صاحب اینا هم همتون هست. اما دوست عزیزمون ابوالقاسم مصباحی
مردی که با افشاگری هاش کمر رژیم رو شکست برای منم اومد و محبت کرد، حرفایی داره، حتما حرفاشو گوش. مردم قهرمان ایران، امروز علی خامنه ای در یک سخنرانی سراسر نیرنگ ترکیبی مطالبی را گفت که مجبورم به آنها اشاره کنم. اول کودتا. کودتای به ظاهر آمریکایی در ایران به دست خود شما آخوندها به ثمر رسید. یادتان رفته است که آیت الله کاشانیتان 250 هزار تومان نقد از CIA دریافت کرد تا با کودتا همراهی کند؟ حکومت مصدق را شما به شکست کشاندید، نه آمریکا. اختلاف شما با آمریکا بر سر دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی است و ترس شما از اینکه در یک جامعه دموکراتیک امثال شما طرفداران فقه جواهری باید به زباله‌دان تاریخ بروند، همان گونه که فقه جواهری رفته است. شرایط سوق‌الجیشی ایران همراه با هوش و ذکاوت جوانان عزیزمان ایران را از جنگ‌های بین‌المللی دور نگه داشته و ربطی به رهبری جنابالی ندارد. خروش جوانان آزاده ما بعد از پرواز ملکوتی مهسای عزیز برای رسیدن به یک حکومت عدالت پیشه و آزادی خواه است که در مخیله شما آخوندهای مرتجع هم نمی گنجد و اطمینان داریم جوانان آزاده ما این راه را تا آخر می پیمایند. هیچ خطری در دنیا به اندازه خطر قدرت گرفتن دیکتاتورها، علل خصوص دیکتاتورهای مذهبی وجود ندارد و باید این دیکتاتوری نابود شود. به همین دلیل است که جامعه جهانی عدالت‌خواه و آزادی طلب دست به دست یکدیگر در این مسیر داده‌اند و حرکت کرده‌اند که این نه تنها مذموم نیست که خود عملی است شایسته برای حمایت از دموکراسی و صلح جهانی. آفرین مصباحی. به هر حال انسان‌های مثل او که از همه اون امکانات می‌گذرن و میاد تو دادگاه میکنوس اونجور افشاگری میکنه که کمر رژیم رو میشکنه، خب این آدم ها ارزش پیدا میکنن پیش ملت و ارزش هم داره. حضورتون عرض کنم که رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن یه حرفی زد، حالا که ما کمک میکنیم ملت ایران، بعد این بزاب رئیسی شیش کلاسی و بقیه شون شروع کردن. بعد ما 43 سال پیش آزاد شد، ما 43 سال پیش اسیر شد، اسیر ولایت فقیه، اسیر ولایت جهل و جور و فساد و آدم کشی. و امروز دیدم در یکی از این تظاهرات مردم شعار میداد مملکت رو دو دستی دادیم به دوست. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم بریم نازنین همایون جان شجریان شعر مشیری رو برامون میخونه. با درود دوباره آواز همایون شجریان، شعر مشیری و آهنگ گوران، بسیار زیبا، بسیار زیبا. واقعا همایون نمیگذاره جای خالی پدر رو حس کنیم. آفرین همایون. حضورتون عرض کنم توی این روسا اتفاقای مهمی رخ داد. شمار زیادی از فعالان سیاسی دیشب با هم گفتگو میکردن، از نهله های مختلف فکری، احزاب مختلف، و این موجزه رو بهتون بدم که به توافق رسیدن بر سر اینکه بدون اما و اگر تمام این جنبش رو بر چشم بگذاره و اعلام کنه حکومت آینده ایران یک حکومت سکولار و دموکراتیک، نوعش مردم ایران انتخاب میکنن و هیچکی نمیتونه یه حکومت رو تحمیل. مریم مهرتابان میبریمت به ایران، اینا شوخیه، ملت ایران انتخاب. مقامات جمهوری اسلامی اغلب سوابقشونه که جستجو میکنه، غیر از بعضی جوانشون گرفتن درس خوندن،
شاگرد بزاز، شاگرد رمال، نمیدونم میوه فروش، وردست رفیق دوست و حاجباد داداشش و اینا تو میدون بودن، میدون امیر سلطان، اشکال هم نداره میوه میفروش. ولی وقتی میان وزیر میشن فریاد آدم به آسمون. این آقای حاج آقای روانی اینم شاگرد یه نمد فروش دوچرخه سوار میشده و بار نمد رو میذاشته پشتش میبرده این برد. شما فکر کنید اون مملکت که این بیاد معاون دبیر شورای امنیت ملی بشه، بره تو وزارت خارجه، بعد با سعودی ها که مذاکره میکنن اینو بفرستن که اسباب تمسخر رئیس اطلاعات سعودی و مسئولان سعودی بشه، این مردک رو میفرست. بعد آقای خامنه میگه به به این ایروانی نوکریشون رو به ما ثابت کرد، مثل شاه شهید که میگفت این ممدسن خان اعتماد سطح نوکر خوبیست. مظفرانشاه همه جا میگه نوکر خوبیست. بله این عطابک نوکر خوبیست، خیلی به درد ما میخوره. آفتابه رو به موقع آب میکنه. سید علی آقا هم همینطور. ایروانی آدم خوبیست، آقای شغل نون آبدار بهش بدین، تفلکی خسته شده، عراق رفت و اومد و تو شورای امنیت ملی ورزد. چه کنی؟ اسمش به آمریکا. حالا تو آمریکا حداقل اینا تلاش کرده بودن یا آدمی رو که میفرستن کلاس شکور رو تموم کرده باشه، در حد عادی راننده هایی که از آبادان میان تهران بنزه اونا انگلیسی بلد باشه، مثل زن رئیسی نباشه که آبروی آدم رو در یک مجمع علمی بره. ولی خب یه آدم فرستادن، سخنرانی کوتاهی رم که باید در شورای امنیت بکنه براش به فارسی با زیر و زبر نوشتن، مثلا دیس ایز رو براش نوشتن دالیه سین نقطه گشتن دیس ایزم الف یه ز زیر ایزم خط گشتن که بدون ایز باید بکنه، عیز نخونه، چون بی سوادن. ولی شما گوش بدید نطق فارسی شده انگلیش هم نمیگم و فارسی براش نمیشه، ببینید چه جوری میخواد. We are not going to compare ourselves to other country that lag behind us in human rights situation to make us feel satisfied. Instead, we wish to evaluate our situation in relation to the aspiration and values that we revolutionized 34 years ago. The government of Iran has always made its utmost effort. Iran has always made its utmost efforts to address human rights issues and will continue to give the Iranian people the better living circumstances that they deserve. Respect and uphold the principles of national sovereignty of states and non-interference in their internal affairs. Thank you very much. We have questions for you, Ambassador. Can you please answer our questions? We have plenty of questions, Ambassador. Can you please come and stay and answer? مرد که ابله، این باید سازمان ملل باشه. $10,000 حقوقش باشه. $5,000 خرج سفره داشته. این مردک بی سواد ناد از جیب ملت ایران، خدایا بر سر ما چه آورد؟ یه روزگاری انتظام اونجا نماینده ما بود، وکیل نماینده ما بود، انتظام بود، فریدون هویدا بود که 3 زبان بلد، انتظام رئیس شورای امنیت شد، یه روزگاری جلال عبدو رو داشتیم، مردی که فرماندار گینه شد وقتی میخواست مستقل بشه. شما با کی باید بگیم؟ با کی باید؟ رفت توی اندونزی اون قسمت هایی رو که قرار بود زمینه بشه یا مستقل بشه فرماندارش شد. همچه آدم هایی رو ما داشت و امروز باید تمام بچه هایی که زمان رضا شد
در خارج درس خوندن، آدم های بزرگی شده، حتی اونی که مخالف رژیم، آدم های برجسته ای شده، چون پیامی که رضا شاه بهشون داد به گوش جان گرفت. و اونا که بعد اومدن، دکتر ثابتیان یادش بخیر، چقدر دلم خواست ثابتیان بود این روسا رو میدید، میگفت ما وقتی رفتیم من و دو نفر دیگه چمدون داشت، بقیه منتخبین که نمره اول شد بودن امتحان دادن برای خارج، بخچه زیر بغلشون، که بعد تو بیروت سرپرست ما وادارشون کرد یکی چمدون براشون خرید، اسبابشون رو بزن تو چمدون، و تعریف میکرد با چه اهمیتی، با چه ابهتی در بغداد، در سوریه، در بیروت. بعد سوار کشتی شدیم، ادهی به فرانسه، ادهی به انگلیس رفت. خدایا جای اینا کی اومدن؟ رائفی پور اوباششون در لندن یکی یکی دستاشون داره رو میشه، اوباش رژیم جهل و جور و فساد. شما به همت شما، به برکت اراده شما، شما این رژیم رو برمی اندازید. من در این مورد تردیدی ندارم. بارها دیشبم به دوستانم می گفتم که ما از این رژیم عبور خواهیم، نگران اصلا نباشید، ما از این رژیم عبور می کنیم. این رژیم ماندنی نیست، اما حال رو به جایی نرسونید که گردن خودتون ببارید. به حرفای نلسون ماندلا دقت کنید، ببینید ماندلا چی میگه. You said today in your United Nations speech it was strange that the victims of a crime against humanity were being told what procedures were proper to rid themselves of that crime. What did you mean by that? Well, we are told, for example, that we must lift sanctions. We must call off the armed struggle. We consider this approach to be totally incorrect, because the methods which are used by an oppressor, the methods of political action used by an oppressor, by the oppressed, are determined by the oppressor. In South Africa, the methods which the people are using to oppose apartheid and racial discrimination are determined by the government. Where the government that talks peacefully, wants to solve problems by peaceful means, talks to the oppressed, it isn't would be very difficult for them to turn to violence. But when the government bans political organizations, bans political activities, paralyzes individuals by imposing bans on them, and intensifies oppression, and carries on a brutal suppression of all political activities, what do you expect us to do? We must resort to violence in order to defend ourselves. But many people, especially in the West, seem to be blinded to this reality, that we ought not to have embarked on violence. We ought not to continue with violence when we are negotiating. We know better, because we are the people who are responsible for this negotiating process. And we should be telling the world what methods of action should be abandoned and at what time. It is not for the international community to try to lecture to us as to what methods of action we should use. شرایط آفریقای جنوبی با شرایط ما خیلی فرق داره. در شرایط آفریقای جنوبی کشتار در خیابان‌ها به این صورت نبود. مذاکره هم آغاز شده بود، یعنی گاورمنت سفید پوستا آپارتاید پذیرفته بود، آقای پی دبلیو بوتا نرسه بود گفتگو بود، ولی همون زمان هم مبارزه نلسون ماندلا و ANC ادامه بود. الان به رژیم جهل و جور و فساد دارم میگم، گمان نکنید این ملت تا ابد ساکت میمونه. خدا شاهده اگه شما خبر داشتید تا چه حد این ملت قدرت داره و چند تا ستارخان در آذربایجان منتظرن، چند تا سردار اسد در بختیاری، چند تا سولت دوله در فارس،
چند تا عبدالله خان بوئر احمدی در بوئر احمد، چند تا سرداران بزرگ در خوزستان، در بلوچستان. نمیتونید اینو بفهمید. نمیفهمید سمکو در کردستان منتظره. اینا رو درک نمی کنید که در تالش چند نفر آمادن. در خراسان، در شیراز. متاسفانه وقتی حکومتی گنگ و کر و لال که نیست، لال دهن دراز، زبون 5 متره، نماینده رفسنجان، فقط نگاه کنید، یه لحظه گوش بدید، بخونید حرفاش، ببینید چه میگه. حفظ نظام حتی از جان امام زمان هم مقدم. پس معلوم شد این دکون امام زمان بی خوده دیگه. برای اینکه این نظام آدم کش جنایتکار دوز بمونه از جان امام زمان، پس معلوم همش دروغ میگفتید دیگه. دروغ میگفتید. بینی حقوق بازی اینا رو من دونه دونه میذارم جلوت. دونه دونه. با مدرک. ادعا نمی کنم. با مدرک میتونم. پناهیان رو ببینید چی میگه. نگاه. در نوجوانی پای ثابت هیئت حاجی رضا بودم. مدعا هیئت هم برادرش حاج احمد. و همیشه آخر سیر زنی فقط یک روب با دم آقا بیا شور میگرفتیم. یعنی امام زمان. یک روز با همین شور بردنم خانه و حسینی منتظر را ویران. به فکر ما تجاوز شد. امیر تفریش. اینم داستانش بود. آقا کردیم رفتیم خونه منتظری رو که ثمره حیات آقا بود و نور چشم و دیدش بود، رفتیم زدیم در و داغون کردیم. خب ماییم دیگه، ماییم و چماق و هفتیر و تفنگ. یه نکته براتون بگم. دیروز تو خبرها می‌دیدم بچه‌های حفوظ نارمک، بچه‌های جوادیه، بچه های نازی ها. خاطره دارم از این نازی ها بود. عموی من سردفتر محضرش اونجا بود. یه مدت هم برای اینکه نزدیک محضر باشه یه خونه بزرگی اونجا گرفت و یادش بخیر. می دیدم محله رو گاهی می رفتیم، می گشتیم، رستورانی می رفتیم. و بعد هم وقتی تدریس می کردم در مدار دانشکده مددکاری اجتماعی، هفته یه روز میرفتم یاخچی آباد، میرفتم اون جاها رو میدیدم، مردم رو میدیدم. و امروز جاهایی که رژیم نخبگانش اول از اونجا گرفت، آقای حجاریان، عباس عبدی، بقیه امروز این محله ها علیه نظام به پا خواست. گاهی اوقات فکر میکنم خدایا جوادیه، عمران صلاحی و اون شعرهایی که میگفت که من حاصل صدای سوت قطارم، یعنی وقتی صدای سوت قطار بلند شده پدرم خواب پاشده و من حاصل اون لحن. خیلی زیبا بود. من بچه یه جوادی هم. عمران یکی از شاعرترین شاعرها، طنز پردازترین طنز پردازان. چقدر زود رفت. خیلی برای من غیر مترقبه بود که عمران به این زودی ما رو ترک بکنه و بره. اینا همه از معرکه این جمهوری ولایت فقیه بود. حالا شما فکر میکنید که مثلا فریدون مشیری باید اون موقع میرفت، حسین منزوی باید اون موقع میرفت. اینا همه سرمایه های عزیز سرزمین ما بودن که به خاطر رژیم جهل و جور و فساد، به خاطر این رژیم ناجوان مرد و آدم کش عمرشون کوتاه شد. یکی در گوشه خیابان رفتیم، یادم از سیروس مشفقی رو تیر زده بودن بهش، خیلی تلخ و دردناک بود. حضورتون عرض بکنم که 600 استاد دانشگاه، رقم رو در نظر بگیرید، وقتی میگیم 600
استاد دانشگاه و درباره بسته تحریمی اروپا آلمان علیه ایران دارن هشدار میدن. سخنگوی دولت آلمان گفته که بسته تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در دست اقدام است، ولی نمیتواند جزئیات رو منتشر. و بعد بچه های استاد و 600 استاد به رژیم میگوین، هشدار میدن آقا گوشتو بشنو، ببین چه خبره، ببین چه خبره. یه چیز دیگه که خیلی منو شاد کرد این فوتبال ساحلی بود. چه کردن بعد؟ اولا یه دونه اون گلی که اصلا گل گلهای جهان، اونم در برابر برزیل، اون تیم عظیم برزیل. این بچه ها چه کردن؟ چقدر زیبا بازی کردن. حالا هم البته مورد بازخواست قرار گرفتن و سر و صدا راجبشون در اومد، ولی آنچه که من نگاه کردم خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. سعید پیرامون کار فوق‌العاده‌ای کرد، اون قیچی که زد، و بعد تماشاچی‌ها هم صدا شدن، چیدن سمبولیک مو، و بعد رژیم به امارات اعتراض کرده و البته در امارات هم از این کارها اجازه میده کسی بکنه. درود به تماشاچی‌ها که خطر لغو اقامتشون رو به جان خریدن به خاطر همدلی با ملتشون. عرض میخوام که این صدا اومد و معذرت میخوام ازتون، در حال صدای تلفن بود، ببخشید. ما در شرایطی هستیم که خیلی روشن، ما باید این لحظات رو غنیمت بشمار. مسابقه فوتباله، مسابقه کشتیست، در هر مسابقه ای، هر زمینه ای که فراهم شد که ما تونستیم نفرت خود را از رژیم ابلاغ کنیم و اعلام کنیم، از اون لحظات نباید دریغ. این لحظات غنیمته. ما هر جوری شده، هر جور شده باید صحبت کنیم. خیلی جالب هم هست، حزب مجمع ایثارگران بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه رو شعارهای کهنه ای دانست. این شعارهای کهنه مورد استفاده سید علی آقا قرار گرفت. یادتونه در اون سخنرانیش مدعی شد که بله ما خلاصه خیلی اعلامیه قوی و درستی داره، مثل همون که روحانیت آبرو داره. شماری از اقتصاددانان، 345 نفر ازشون، خواستار آزادی داوود سوری شدن که بعد از زندیات حسین عظیمی یکی از برجسته ترین اقتصاددانان کشور. گفتم به من وقتم تموم شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا در پناه